سلام، تو این ویدیو میخواییم اجرای ستون مخروطی شکل که 4 تا باکس نور مخفی مارپیچ روی اون اجرا شده رو آموزش بدیم. حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید که به نکات اجرایی زیادی تو این ویدیو اشاره شده. خب بریم برای آموزش اجرای این دکور. همونطور که میبینید یک ستون با مقطع مربعی در ابعاد حدوداً 50 در 50 سانتی متر داریم. برای اجرای ستون مخروطی شکل نیاز هست که ما یک مقطع دایره‌ای داشته باشیم. برای رسم دایره دور ستون با مقطع مربعی ابتدا از گونیا و شاغل بودن ستون مطمئن میشیم. معمولاً ستون‌های بتونی نه کاملا شاغل هستند و نه کامل گونی ها اجرا میشن. پس با استفاده از تراز لیزری و گونی ها یک مربع دور ستون در بالا روی سقف و یک مربع در پایین روی زمین به طوری که کاملا با هم برابر باشن رو رسم میکنیم. سپس بر روی یک پانل در همون ابعاد یک مربع کشیده و مطابق با تصویر یک دایره که قطر اون همون قطر مربع باشه و به طوری که 4 رأس مربع روی دایره قرار داشته باشه رو هم رسم می‌کنیم. با اره عمودبر دور دایره و همچنین مربع داخل دایره را بریده و جدا می‌کنیم. شکل به دست اومده رو دو قسمت می‌کنیم و توسط سازه اونو تقویت میکنیم. برای اجرای این نوع دکور نیاز به چند الگو یا شابلون هست که در قسمت‌های مختلف تر به اونا نیاز داریم و در ادامه به اونا اشاره میکنیم. این شکل اولین الگوی ماست که با اون مقطع دایره‌ای رو رسم میکنیم. پس از رسم دایره در سقف و در روی زمین نبشی روی اون پیچ میکنیم. بالاترین مقطع دایره‌ای طرح مخروطی یعنی جایی که طرح به سقف متصل میشه بزرگترین مقطع دایره‌ای این طرح هست. برای رسم اون دایره نیازه که با استفاده از یه طناب یا ریسمان یه دایره روی سقف رسم کنیم. سپس روی دایره رسم شده نبشی پیچ کرده و سمت دیگه نبشی رو مثل ویدیو چاک میزنیم تا بتونیم اونو به سمت پایین خم کنیم. در این مرحله ستون رو به 6 قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم و توسط تراز لیزری دور ستون رو خط کشیده و نبشه پیچ می‌کنیم. در مرحله بعد الگوی دیگه‌ای رو توسط لوله پی‌وی‌سی روی پانل می‌کشیم.
این شکل دومین الگوی ما هست که انحنای ستون مخروطی رو تعیین میکنه. هر دو قسمت پانل برش خورده رو نیاز داریم. در واقع هر دوی اونا الگوهای بعدی ما تو این اجرا هستن. از اونجایی که قسمت انتهای الگو ضعیف هست، با استفاده از یک سازه اونو تقویت میکنیم. سپس قسمت های برش خورده رو رنده میزنیم تا انحنای الگو کاملا صاف و یک دست بشه. و همچنین در قسمت عمودی و افقی اون طبق تصویر دو عدد نبشی پیچ میکنیم. در این مرحله از کار یک سازه F را از دایره بالا به پایین نصب میکنیم، الگو رو از یه طرف به سقف و از طرف دیگه به F پیچ میکنیم. شکل به دست اومده برشی از طرح ستون مخروطی هست. حال تراز رو همسط با تک تک نبشی های روی ستون قرار داده و بر روی الگو خط میکشیم. با این کار فاصله قسمت عمودی الگو تا بیرونی ترین نقطه الگو در اون سطح رو اندازه گیری میکنیم. اندازه ها را یادداشت کرده الگو و همچنین اف نصب شده را باز میکنیم. در این بخش از کار نیاز هست که چند دایره به صورت رینگ دور ستون اجرا کنیم. برای این کار ابتدا 4 عدد ریسمان رو در 4 قسمت ستون از نبشی بالا به نبشی پایین نصب می‌کنیم. روی نبشی‌های دور ستون طبق تصویر پانل پیچ می‌کنیم. پانل‌های نصب شده رو از جایی که ریسمان می‌گذره شیار می‌زنیم تا ریسمان کاملا آزاد باشه. در مرحله بعد الگوی اول رو روی پانل‌های نصب شده قرار میدیم و مماس با ریسمان اونو تنظیم میکنیم. ساختار طرح به این صورت است که دو دایره اول و دوم دقیقا اندازه دایره بالا و پایین هست، ولی از دایره سوم به بعد ابعادشون بزرگتر شده و انحنای کار شروع میشه. برای اجرای دایره ها به سراغ الگوی دوم میریم و اندازه هایی که نوشتیم رو روی تک تک دایره ها اجرا میکنیم. برای این کار یک پانل دایره‌ای به شعاع 6 سانتی متر میبریم، مداد رو وسط اون قرار داده، دور الگو چرخونده تا یک دایره در اون قسمت رسم بشه. اندازه دوم ما 19.5 سانتی متر است، یعنی دایره ما باید 19.5 سانتی متر از الگو بزرگتر باشه. این بار دایره به شعاع 19.5 سانتی متر رسم کرده برش میزنیم و مانند روش قبل عمل میکنیم. Thank you.
در این مرحله چون ابعاد دایره خیلی بزرگتر از الگو هست، از روشی که در ابتدای ویدیو به اون اشاره کردیم استفاده میکنیم. در این روش دور الگو رو پیچ میکنیم و توسط یه تناب یا ریسمان مداد رو دور اون میچرخونیم. پیچ ها در واقع از در اومدن ریسمان از دور الگو جلوگیری میکنن. شکل رسم شده رو با اره بریده و نبشی پیچ میکنیم. خب رسیدیم به بخش سازه کشی که باید با دقت زیادی این کار صورت بگیره. ابتدا با استفاده از الگو اندازه دقیق قوس رو گرفته و افها رو حدوداً 10 سانتی متر بزرگتر از اندازه گرفته شده برش میزنیم. در اینجا اندازه ما 3 متر و 50 سانتی متر هست که ما افها را 3 متر و 60 سانتی متر برش زده و نورد میکنیم. در قسمت پایین کار تا فاصله 1 متر که به صورت استوانه اجرا میشه نیاز به نورد دادن نداره. پس از نورد کردن اف رو روی شابلون قرار داده و قسمت هایی که نیاز به نورد بیشتر هست رو علامت زده و دوباره عملیات نورد رو تکرار میکنیم تا زمانی که اف کاملا منطبق بر شابلون باشه. پس از اینکه فرایند نورد انجام شد، 10 سانت از اف که اضافه گرفته بودیم و معمولاً خوب نورد نمی‌خورد رو می‌بریم. دایره بالا و پایین رو به 20 قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم و اف ها رو با استفاده از تراز لیزری مانند ویدیو به نبشی‌ها پیچ می‌کنیم. البته تقسیم بندی کار بسته به ابعاد تر متفاوت است. همونطور که میبینید فاصله افها در بالای کار زیاد هست و این باعث میشه تا کار انحنای کافی نداشته باشه. بنابراین برای ملایمتر شدن انحنای کار نیاز هست که مابین افها در قسمت بالای کار یک اف دیگه اضافه کنیم. در این مرحله زیرسازی ما تکمیل شده و میتونیم پانل ها رو نصب کنیم. جهت نصب پانل طول دکور رو به 4 قسمت تقسیم میکنیم. پانل های قسمت اول که همون 1 متر پایینی کار هست و به صورت استوانه کار شده رو نصب میکنیم. برای نصب پانل ها فاصله آکس به آکس اف ها رو اندازه گیری کرده و پانل ها رو در اون ابعاد برش زده و نصب میکنیم. قسمت های بعدی رو به همون روال ادامه داده تا نصب پانل کامل بشه.
رسیدیم به مرحله نصب باکس های مارپیچ دور دکور. برای اجرای این قسمت از کار ابتدا طرح رو به 4 قسمت تقسیم میکنیم و توسط یک لوله PVC موقعیت باکس اول و اندازه اونو مشخص کرده و لوله رو در همون اندازه بریده و سپس سلوله دیگه رو هم برابر با لوله اول برش میزنیم. لوله اول رو نصب میکنیم و در فواصل مشخصی طول لوله و ارتفاع اون قسمت تا لوله رو طبق ویدیو مشخص کرده و یادداشت میکنیم. لوله های بعدی رو مطابق با لوله اول اندازه گذاری کرده و به همون روال ادامه میدیم. محل قرارگیری لوله ها در واقع آکس باکس های مارپیچ میباشد. برای رسم عرض باکس یک پانل دایره‌ای به شعاع 8 سانتی متر بریده و مداد رو در مرکز اون قرار داده و با تکیه بر لوله اونو چرخونده و خط رو رسم می‌کنیم. در طرف دیگه لوله هم این کار رو تکرار می‌کنیم و نبشی روی اون خط نصب می‌کنیم. برای نصب نبشی بر روی این نوع دکورها لازم است که نبشی ها رو در دو جهت چاک بزنیم. ساختار این نوع دکورها طوری هست که نمیتوان پانل رو با خم کردن یا چاک دادن روی اون نصب کرد. بنابراین برای نصب پانل دیواره باکس باید پانل ها رو در ابعاد کوچکتر بریده و طبق ویدیو عمل کنیم.
در این مرحله هم نیاز به شابلون دایره‌ای داریم. یک شابلون دایره‌ای به شعاع 10 سانتی متر بریده و مطابق با ویدئو روی پانل‌های دیواره خط کشیده و برش می‌زنیم و روی اون نبشی پیچ می‌کنیم. برای نصب پانل‌های روی باکس هم مانند دیواره‌های باکس عمل می‌کنیم، یعنی پانل‌ها رو در ابعاد کوچک بریده و نصب می‌کنیم. علت این کار هم انحنای طرح است که عملاً نمی‌تونیم برای اجرای این کار از روش قوس دادن و یا چاک زدن پانل‌ها استفاده کنیم. بنابراین تنها راه پیش روی ما برش پانل‌ها در ابعاد کوچک هست.